زبارمان است. تشکر از شما که با ما همراه هستین. دانش یوسف، صبح بخیر. یک سلام خدمت تمام کسایی که بارمان فم هستن و همچنان همکارای عزیز ما. امید است که صبح بخیر آغاز کرده باشین و امروز دوشنبه است. موضوع برنامه برق است. به تفنگدارام یک سلام بده. آدمی مسئله ایز غرض ندارم. خب یک سلام به تفنگدارا، همی حکومت و همی حال. وزارت صحت عامه میگه که 20 نفر 20 غیر نظامی در نتیجه فیرای هوایی زخمی شدن. خب و دانش آرس با تفنگدارا سلام نمیده. سلامتی؟ هیچ چیز ندارم. که فیر نکنن هوایی. یک سلام به دولت بده که خوب کنترل دانست. به یکیش نمیده. خار کدیم. چی بوده؟ مایفم گفت آره مایفم. خار کدیم. دیروز بخیر دیر شد؟ نمی گناهگار اینه ما مردم هستیم که در این ملک مانده. دیروز بخیر دیر شد؟ یک موضوع دیگر. دیروز بخیر دیر شد جناب دانش یاسم. این موضوع هیچ گپ نزن که من لما قجی گرخون هستم که خدا رسی آگه. دلم به میال از این ملت بیچاره می سوزه که یا رنج طالب یا می بینن. از دایش یا می بینن. از این حالت دین روز یا می بینن. این مردم چی گناه کرده به خدا؟ گناهشون همیست که چوب هستن. می رفتین همی یعنی کاکگیتان دین روز همی ولسوالی ها میکردین که ناامن است. که من مام کتید می رفتم که می گفتم به شکل دولم. چی میکردن مثلا در موجه؟ می رفتن در مقابل پنجابی ها و کشمیری ها جنگ میکردن که دلت یخ. او رو هر روز میتونن بکنن. آه. اینی کار رو میکردن. این سر ما و سر دوکاندار و سر اتراره و سر این بخوران اگه جای خوبش باشه. ایچ خوشم. شماره تلفن ماست 0777 981 981 0799 22 22 29 پیامگیر ماست 456-615 پیام بانین. اینه میکلان های از یا می دفعه دمی انتخابات ناکام هستن. به خاطر که مدیدم یا با گفت از امام نکردن ولی یک شرعی هم بتن. با گفت کدام کلان خود میکنن خیلی. همی هر کدامش که دمی خیمه لوی جرگه خیست دکتر عبدالله خو وزیر داخله دیدی چی گفت؟ گفتی اینجا قرار شیشتی بخی دسته نقطه جنگ است. همه تو گفت؟ بخواه گفت بخی اینجا چی میکنی راست میکنی؟ مملکت در چی حال تو رفته گپ های چی رو گوش رفته بود اونجا؟ وزرا را ها هم اونجا قرار شده بود بخی گفت اسبق صاحب چی گفت؟ گفت صدایم نمیه؟ کدام اسبقش؟ امو یک اسبق کلان. خب گفت صدایت نمیه یک بلند بلند گپ بزن. گفت پیر شدیم. آه که گل میفرسته با هم خوب خوا میبینه بخ. زنگ بزنین مشکلات تو نبگوین که ما با مقامات مسئول با تماس. پار سال یاد دست که خیست که گپ نزن باز رو بغل کرد. آه باز گفت ما خوب کار نکده بودم. بعد کدیم گفت؟ ویش خبر ندارم. نگفت خوب صحیح بیاین گوش کنیم که خط تلفن است. سلام علیکم آرمان افم صبح بخیر. سلام علیکم رورا. علیکم سلام سهر ما بخیر مهربانی. اجمل خان مهربانی سه خبری دی پننگار هر که بس شروع را خلیدی بطول وطن که امن راولی نو بس لکه در نور ولایت و من در نگرارم دیت ورد در خلیدی بطول افغانستان او را میگی او رو را پتل تیو یا ولی سده در چکنوری و دلیسین کنم در نگرار پخار که ره کنه مهربانی او سر نو دل تیم سو سازان دیده دی غریب و شاگردان و نورو را تینزه پینزه سو افغانه را غواری که کسال چه منکه پینزه سو افغانه را نکی و ناکامان و دا و دا غدا به دولتی مفتر پیلت تول قار و غریب شاگردان دی بزنگ پیوتی در دیکی خواهد دو سازان دی در شاگردان دغا سی پتگریفه ای دغا نساز وزو کارس دغا دلیسی یا دی دی نگرار معرف رئیس بجیریان جوابی ویش دغا سازان دوی خدای نو شرمی دی در استادین امو بدوی خوب گپ زدنه. نام استادی رو گفت بد نکنین، نام معلمی رو بد نکنین. سیما جان صبح بخیر. صبح شما و احمد دوستا بخیر. تو هم زنده هستی هنوز بخیر. نفس میکشی. به خاطر که از خانه نبر آمده مگه نشان زنده نبود. نترسیده بودی؟ در منطقه تان خیریتی بود؟ والا کلگی ترسیده. فایر فایر بود یا نبود؟ ایجای فکر نکنم خیریتی بوده باشه. فایر بسیار زیاد بود. نه بعض بود که دو جایز گپ نبود. اه نه. می آمدی سی نوزه هشت. در مناطق او طرف و این طرف او طرف عوضی هشت. خیر خیرتی بود. هیچ از ترس خانه از خانه نبرامد. آیا کس برم زنگ زد گفت اینم ما دوزی هاش زندگی میکنیم هیچ گپ نیست خیر خیرتی است اینجا. خو. نه کاروان است نه فایر است نه پلیس است هیچ چیز نیست. خو. همونجا رفتی باز؟ نه من دم توکوی یک در آمده بودم. قماندان شب امنی میدان وردک جنرال وایس سمیم با ما روی خط تلفن هستن. جناب جنرال صاحب سلام علیکم صبحتان بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، ستان خوبن؟ بخیر باشین جناب جنرال صاحب. شنونده ما گفتن دیشب در ولسوالی دای میرداد بسیار جنگ بود، خود ولسوالی هم سقوط کرده و فعلا در ساختمان ولسوالی جنگ است. دیشب نه، پریش و دشمن در ساعت مختلف ولسوالی دای میرداد تجمعات داشتن، بالای پلیس و اردو و امنیت ملی در وجه عملات تجمیر انجام دادن که در نتیجه تقریبا دشمن 53 نفر کشته داره و 65 نفر زخمی دارد. سه وسایط اجیا که از پیش استفاده میکردن اونا تخریب شدن و امیال هم پرسنل ما، نیروهای ما در ولسوالی و نموجه هستن. ولسوالی سقوط نکرده و دیشب ایت جنگ نبود. امیشب که گذشت 6 نفر اسیر امیشب که گذشت از دشمن به دست ما هستن نموجه و 2 نفر دیگه هم سر موتورسیکل که بودن اونا هم زده شدن، کشته شدن. تلفات نیروهای امنیتی چند است؟ بدبختانه که ما هم تلفات داریم، تقریبا در حدود 7 نفر زخمی داریم. قماندان ولسوالی ما و همراه 3 نفر دیگه از پلیس ما به اونجا شهید داریم و دیگر منطقه کلگیش زیر کنترل ماست. پوستای ما در اونجا جای بجا هست، هیچ نوع مشکل بر فعلا نیست. خیلی زیاد تشکر جناب جنرال صاحب، بخیر باشه. تشکر، سلام. بله، سلام علیکم، صبح بخیر. بله صاحب. بله سلام علیکم، رادیو آرمانه. مهربانی. میبستم یک شکایت داشتم از دیوانان جنگ زنگ رو برای قماندانی. بفرمایید. امی سعید دیوانان بسیار ناامن آمد، امی وکیل کوچه و وکیل جان آقا خودشان بسیار یک آدم بد از کتکور فروش ها که تماما امی مردم بد امی کوچه. امی شماره جان آقا رو داری؟ نه خیلی شماره جان آقا رو نداشتیم. یک وکیل تا نداری شماره شد کنال زنگ میزدیم برش میگفتیم که تو چرا تو را میکنی؟ خود درست است، ما به یک رقم میگیریم از پیشید نمبر شد، اگر تماس ما دوباره رو خشد براتان میگیریم. بعد سیما جان مسیج کنیم، بر زنگ بزنیم باز از پیشید میگیریم. درست است، درست است، تشکر بسیار. همون رو پیدا کنیم، همین جان آقا رو 2-3 روز است که شکایت است ازش. بله سلام علیکم، صبح بخیر، آرمان فهم. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. صبح سین ساعتمن، صبحتان بخیر. بخیر باشین، صبح شما بخیر، مهربانی. بیادر ما یک مشکل داشتیم که میخواستم رو که شما دمیان بذاریم. بفرمایید. یک رای حالش از طریق ما عزیزی صلاحی رو تعیین کنیم. ما یکی از ورزشکارهای تیم هندبال هستیم که در این چند روز پیشتر انتخابات تیم برگزار شد. در این قبلی که کسی که بود او رو به چال فرید افراد که 500 غم پول دارن زور دارن او سو کدن به همکاری رئیس تربیت ببینیم و یک شخص به سواد که اتار مکتب نخوانده حتی نمیفهمه که انبال چه قسم میشه، چه قسم باید که یک ورزشکار گرد داده شود او را آوردن در رحم. من گفتم باش که این شکایت خود به شما برسانم. چی از طریق این انتخابی نیست که رئیسایتان انتخابی است؟ انتخابی است، اما این نفر بخاطر زور خود تلفن تان قطع شد. ولی خود نظر به رأی خودتان از 20 نفر میشنه رأی بتن که فلانی رئیس شوه یا نشوه. رأی مای خلاص شد بیاده، اما تو مستقیم فراش شد. سخنگوی وزارت داخله عجیب دانش با ما روی خط تلفن هستن. جناب دانش صاحب سلام علیکم، صبحتان بخیر. سلام علیکم، سلام به شما و شنوندایتان، سلام به دانشیان صاحب. بفرمایید. بیخی پشتان دق شده بودیم ولاد این چند روز. والا بیخی ما رو خمس تا بلک لیست داده بودین. آدم که سفرهای 20 روزه و 25 روزه داشته باشه همون تو نمیشه دیگه. خصوصا که باز یک کس دیگر نبرده باشین که تان نه؟ بله بله، اون گرفته نشه، گرفته نشه خدا. بخیر باشین آقای دانش، یک آوازهای عجیب غریب است در فیسبوک در کجا و کجا که تا 72 ساعت دیگه مچم در طرف نایه 13 ای گپ میشه او گپ میشه. ای واقعا همین کدام مسئله استخباراتی است یا ای که همه تو افواهات است؟ اول خو ایتو کدام گزارش موثق که از دستگاه‌های از مجرای استخباراتی به ما رسیده باشه و تایید بکنه که در اون ساحاتی که شما گفتی حمله صورت میگیره همچون چیزی اصلا وجود نداره. اما ما تدابیر پیشگیرانه برای بعضی ساحات کابل داریم و او به مناسبت هفته شهید است که ما تمام نیروهای ما را در حالت احضارات ماندیم و بخصوص در غرب کابل بیشتر تمرکز ما است. اما موضوعاتی که از طریق صفحات اجتماعی و فیسبوک ها یا نشر بشه اینا اکثریتش واقعیت ندارن و بعضی موضوعاتی هست که مو اصلا آمره مخشوش میکنن، مردم نگران میکنن، همچون چیزایی رسمی ما تایید نمیکنیم.
تشکر. امی دیروز از در کابل گفتن کابل و چهار زون تقسیم کردن، این چی مانا، چی تاثیرات خواد داشت به امنیت کابل؟ بله، به اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان و سرقمندان علای پای مسلح، کابل به چهار زون تقسیم شده. البته این یک طرحی بود که از طرف جناب رئیس جمهور هدایت داده شده که زودتر بالای دیکار شد، ما بالای دیکار داریم. کابل به چهار زون تقسیم میشه و این چهار زون مسئولیت امنیتش به چهار بخش کوچک در سطح پایین‌تر گذاشته میشه و در سطح بزرگتر برای رهبری فعلی رودانای امنیتی در سطح کابل. البته اینا بیشتر هدفش ایست که رسیدگی به موقع به مشکلات امنیتی صورت بگیره و گزارش دهی دقیق و موثق از محل باشه و همچنان جلوگیری از اینمی حادثه‌ای که ما شما در اواخر شاهدش بودیم. تشکر. از دیروز چند نفر گرفتار کردین آقای دانش؟ ما دیروز تا ساعت 4 بجه که در تماس بودیم با گاریزون کابل 110 تن بازداشت شده بود، 30 اراد واسطه و بیشتر از 10 تا 15 اسلحه مختلف نو توسط گاریزون جمع‌آوری شده بود. داخل شهر یه افرادی بودند که دست به تیراندازی بی‌موجب و تیراندازی هایی که باعث نگرانی مردم شده بود، یه افراد بود که توسط گارنیزون کابل و پلیس کابل و نهادهای امنیتی جمع‌آوری شده بودند. خیلی جا تشکر. دو مشکل دیگه هم هست امیرم، اگه تعقیب کنین باز فردا میشه که همراهتون در این رابطه صحبت کنیم. یکی از پست‌های فرا شکایت است که از دریورا گفتن 1000 تا 1500 افغانی میگیرن، بسیار دودشنا هم میتن. عین مشکل از قندار هم یکشنم دیما زنگ زدن، یک پست هست گفتن مرام خاک چوپان، ام غندی خاک چوپان و اینجا هم که نزدیک ولسوالی میوند است و از امیر هم شکایت کردن، گفتن امیر اگه تعقیب کنین یا پول میگیرن و دودشنا هم میتن مردم. خیلی زیاد تشکر جناب آقای دانش، بخیر باشید. بخیر باشید، تشکر، سلامت باشید. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله، تشکر از همه شما که با ما همراه هستین. جناب دانشیار صاحب تشکر از شما هم که با ما همراه بودین. جناب سیما صفا شما هم تشکر که آوازها را اینجا بر ما گفتین که تا دل مردم جمع شد که آوازها آواز است. خانم پشتون فرمایش داده برشون بعد از برنامه میمونه. با ما خدا سب روز بخیر.